خانم آقای سلام از کنم میدونم که همه شما خوب و شادم من یک دوره 15-16 ماه با آقای مهانی کار کردم و اون هم تنها دوره ایست که کار دولتی کردم. قبل از اون در بخش فرهنگ خصوصی بودن، بعدشم که اصلا هیچی نبود. روزنامه نگار، تمام این دوره رو من روزنامه نگار. آقای بیمانی در این دوره ای که در وزارت در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد کار میکردن کار بزرگی انجام دادن. سه تا اعتقاد جدی داشتن. ایشون آدم آزاده‌ای بود و به شدت معتقد به حقوق شهروندی و برابری همه ایرانیان بود. اینها رو منتها به عنوان به شکل شعارهای کلی و حرفهای انتزاعی نمی‌زد. اساساً معتقد بود که تحول اجتماعی تنها در دوره‌های بسیار محدود شکل گسست کامل از گذشته و انقلابی داره. بقیه مردم در نسل‌های متعدد تحول اجتماعی رو در چارچوب تحولات تدریجی و با ساختن سرمایه اجتماعی و پیوند برقرار شدن به این نسل‌هایی که فعالیت اجتماعی و سیاسی کردن و شکل‌گیری تداوم در گفتمان و تجربه و عمل تحول اجتماعی واقعی ممکن میشه. بنابراین اون موقعی که به اونجا رفت و اصلا هم قصد، یعنی اساسا فکرش هم نمیکرد که یک روزی معاون وزیر بشه در ایران در اون سالها، سه تا کار مشخص میخواست بکنه در اون دوره. تشخیص هم میداد که فرصتی که در اختیارش هست فرصت محدودی است. بنابراین جوری کار میکرد آقای بوروانی که من کم و بیش هر روز ساعت‌ها می‌دیدمش در اون دوره معین و قبلش هم با هم کار می‌کردم، در دوره‌ای که ایشون دیگه از بخش دولتی خارج شد. ایشون سه تا کار مشخص می‌کرد می‌خواست بکنه به خاطر همون اعتقادش به برابری همه، برابری حداقل حقوقی و سیاسی همه ایرانی‌ها و حقوق شهروندی. یکی این که معتقد بود حق انتشار عقیده حق همه ایرانی هاست، آزادی بیان حق همه شهروندان ایران. بنابراین میخواست نظام اعطای مجوز از طرف دولت به مطبوعات رو برداره و نظام ثبت نام در واقع رجیستریشن رو جاش قرار بده، به این ترتیب که هر کسی که فکر میکنه صلاحیت و امکان انتشار روزنامه یا نشریه داره این حق رو داشته باشه علل اصول. بنابراین یکی از کارهایی که میخواست بکنه این بود. تلاشهای رو هم شروع کرد، منتها قدم اول در چارچوب اون و واقعیت موجود این بود که هرچه میشد مجوزهای بیشتری رو بده، موانع همون موجود اون موقع رو محدود کنه و بعد هم شرایط رو مساعد کنه برای اینکه این نظام اعطای مجوز به عنوان امتیاز از طرف دولت از میان برداشته بشه. کار دومی که میکرد این بود که منابع ملی، منابعی که در اختیار دولته، اینها نباید مطابق امتیازات ویژه، روابط غیر رسمی و رفاقت‌ها یا وفاداری‌های سیاسی توزیع بشه در کشور. بنابراین اگرچه معتقد بود به این که مطبوعات و بخش فرهنگ باید مورد حمایت قرار بگیرن، بازار فرهنگ به اصطلاح مثل بازار کالاهای پتروشیمی نیست که حمایت دولتی یا حمایت بخش عمومی رو ازش برداریم
همیشه در حوزه فرهنگ اندیشه ها و نظریه ها و هنرهای بسیار مهمی هست که طبق قوانین بازار قادر به رقابت نیستن و قادر به عرضه شدن به عموم مردم نیستن. مثل همین کشور بخش فرهنگ مورد حمایت معتقد بود باید باشه، منتها حمایت ها از چارچوب توزیع طبق وفاداری های سیاسی و روابط ویژه خارج بشه، تابع دو معیار معین بشه. یکی این که شفاف و روشن توزیع بشه، یعنی اینکه به هر کسی که یارانه یا سوبسید کاغذ، ارز و غیره رو موقع مطبوعات داده میشد داده میشه، اینها اعلام بشه. دوم این که ضوابط عینی خارج از تصمیم گیرندگان اون لحظه، ضوابط ابجکتیو عینی تعیین بشه و هر کس که صاحب صلاحیت میشد طبق این ضوابط از یارانه های بخش عمومی به تولید کنندگان فرهنگ برخوردار بشه. این رو من برای اینکه شما توضیح یک مثالی بزنم که معین باشه چی دارم میگم، ببینید در دوره فقط هم در دوره همون دوره دو ساله این امر امکان پذیر شد که همه یارانه هایی که از زمان تأسیس معاونت مطبوعاتی در سال 68 به مطبوعات داده شده بود تا سال 78، یعنی تا اون دوره که 16 ماهی که آقای بورهانی در بعد از دوم خرداد 76 ایشون از حدود شهریور شروع کرد کارشو در معاونت مطبوعاتی و در حدود بهمن هم که دیگه تموم شد، بهمن 78 هم که سال ببخشید نظرتون در اول بود، بله همون بود بهمن و اسفند سال بعدش 15-16 ماه که بود، حدود 16 ماه که بود، در اون دوره تنها دوره است که یارانه‌ای که مطبوعات داده شده منتشر شد و این یکی از کارهایی بود که آقای روحانی کرد. این که میگم نابرابر توزیع شده منابع، ایشون می‌خواست این رو شفاف کنه و برابر کنه و تابع ضوابط عینی بکنه، اینه که عرض می‌کنم خدمت شما. مثالش یعنی یک نمونه‌اش اینجاست. در دوره سال‌های 68 تا 78 مبالغ زیادی ارز به مطبوعات داده می‌شده برای واردات کاغذ و تجهیزات، اما به یک روزنامه ها و مطبوعات معینی داده می شده. در این دوره از کل ارزی که توزیع شده و این ارز بالای 400 حدود 300-400 میلیون دلاره، در این دوره از کل این 34% فقط به روزنامه کیهان داده شده.